امنیت رویایی شده است که شهروندان افغانستان در سر می پرورانند. با این حال اعضای جامعه مدنی هرات نیز از نبود امنیت در جامعه ابراز نگرانی می کنند. جامعه مدنی هرات حکومت را در تامین امنیت به ناتوانی متهم کرده می گوید که بی‌ثباتی ها هر روز بیشتر از پیش دامنگیر جامعه می شوند. در این میان برخی از اعضای جامعه مدنی از کمرنگ بودن همکاری اداره محلی در راستای تامین امنیت فعالان مدنی در این ولایت نیز سخن میگویند، اما از بخش خصوصی در راستای همکاری با خانواده مدنی این ولایت راضی به نظر میرسند. جامعه مدنی را اگر ما بگیم که امایه میکنن نمیکنن و اگر ادعای میکنن در عد گپ، ما در صورت کل اگه حساب کنیم همیشه جامعه مدنی به هر موضوعی که بوده صدا خورا بلند کرده، ولی دولت اگر ما در سطح رو بزنیم شاید 10% از زیر گوش نکرده و هیچ امایه از طرف دولت جامعه مدنی نشده و نمیشه، فقط در عد گپ وعده داده میشه. در کل میتونیم بگیم که سکتور خصوصی نسبت به دولت امایه بیتر جامعه مدنی را کرده. با این حال اتاق تجارت هرات نشست با اعضای جامعه مدنی بر ادامه همکاری های همجانبه با فعالان مدنی تاکید می‌ورزد. مسئولان اتاق تجارت هرات میگویند که فعالیت های فعالان مدنی این ولایت قابل قدر میباشد. ما با تجربیاتی که از کارکرد بنیاد داشتیم برای مقابل قدر است و به دیده قدر می نگریم و انشالله در آینده هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری 100% پشتیبان و همراه جامعه مدنی هست و به این باورمند هستیم. در کنار این، شماری از اعضای جامعه مدنی در این نشست از همکاری های همجانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات در بقای انقش در این ولایت ابراز رضایت می کنند. خوشبختانه ما یک کتله عظیمی بود که به اتاق تجارت آمدیم. هیئت مدیره محترمان بودم، از ما جناب رئیس و خود هیئت مدیره اعلان همکاری کردن، گفتم ما در تمام بخش های چی مالی باشه چی مادی باشه معنوی باشه ما با بنیاد و جا نهاد اجتماعی ورزشی بانیان ایراد در بخش ورزشی و در بخش غیر ورزشی ما همکار هستیم و همکاری خود اعلان کردم. در این حال شماری از اعضای نشست میگویند که فعالیت اعضای جامعه مدنی هرات برای دادخواهی ها چشمگیر و مؤثر می باشد. با گفته آنان فعالان مدنی همیشه در کنار ساکنان این ولایت برای اعاده حقوقشان تلاش می ورزند. آنان همچنان حکومت را در تامین امنیت شهروندان به بی‌پروایی متهم می کنند. بی سر نوشتی مملکت ما در رهبری دولت قرار داره که اینا رو میبینند و ما بازم سپاسگزاریم از این جوانای قهرمان خود که اینا بازم در پلوی تاجرا با دست خالی خود استاد میشن و صدای خود بالا میکنن برای دفاع از حق و حقوق شهروندان هرات و تاجران و سرمایه گذاران هرات. در این حال مسئولان اداره محلی هرات میگویند که جامعه مدنی تا هنوز هیچ سند دادخواهی را به این اداره جهت رسیدگی به خواستهایشان ارائه نکردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات از اعضای جامعه مدنی میخواهد تا برای رسیدگی به دادخواهی هایشان مراحل رسمی را طی نمایند. تلاش جدی ما این هست و مشکلات حل بشه. امیدوار هستیم که از نظر شکلیات هم مطابق اون پرنسیبی که پذیرفته شده بعد از این دادخواهی هایی که صورت میگیره یک کپی از قطنامه و تقاضانامه خود را عنوانی مقام ولایت هرات ارائه کنه تا ما رسیدگی کنیم. اعضای جامعه مدنی میگویند با آنکه این گروه برای اعاده حقوق از ساکنان این ولایت هموار دادخواهی کرده، اما مسئولان محلی با آنان همکاری همجانبه نداشتند.